درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه. امروز در رابطه با جوایز اسکار و حوادثی که در حین اسکار اتفاق افتاد براتون صحبت می‌کنم و فیلم‌هاشون نشون میدم. فرش قرمز اسکار 2022 یعنی مراسم اعطای جوایز 94مین دوره جوایز اسکار به عنوان ایستگاه پایانی فصل جوایز سینمایی در سالن دالوی تئاتر لس آنجلس برگزار شد. در این مراسم با حضور هنرمندان سینمای جهان این مراسم برگزار شد و جوایزی رو به کسانی که برنده شده بودند اهدا کردید. اما در این مراسم مسائل بسیاری رخ داد. یکی از اونها سیلی زدن ویل اسمیت به کریس راک بود که در مراسم اسکار اتفاق افتاد. پس از اینکه کریس راک کمدین آمریکایی و یکی از مجریان 94مین مراسم اسکار پینکت، همسر ویل اسمیت که به دلیل بیماری موهای سرش ریخته شوخی کرد، ویل اسمیت به روی صحنه رفت و به او سیلی زد. در بخشی از مراسم اسکار 2022 که در سالن تئاتر دالبی برگزار شد، کریس راک به همسر ویل اسمیت گفت: جادا، منتظرم تا در فیلم جی آی جو 2 ببینمت. جی آی جو فیلمی ساخته دهه 80 با بازی دمی مور درباره یک زن سرباز که موهاش رو از ته زده و به نظر می‌رسه که تیکه‌ای که کریس راک به همسر ویل اسمیت انداخت مربوط به موهای سر او بوده که به دلیل بیماری یا تاسی منطقه‌ای مجبور به تراشیدن موهای سر شده. در همین حین ویل اسمیت به روی صحنه آمد و به کریس راک سیلی زد. بعد از برگشت و در حالی که سر جاش نشسته بود دوباره فریاد زد که دیگر اسم زنم رو از دهان کثیفت نباید در بیاد. Love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? that was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was the greatest night in the history of television. Okay. Okay. و گزارشگران اعلام کردند که در تمام مدت درگیری سکوت کامل در سالن حکم فرما بود، در حالی که تماشاچیان این برنامه رو از تلویزیون نگاه می کردند و صدای فریاد ویل اسمیت رو نشنیدند، چون شبکه IBC که این برنامه رو به طور زنده پخش می کرد برای جلوگیری از توهین به بینندگان پخش زنده رو قطع کرده بود. ویل اسمیت بعداً وقتی به عنوان برنده جایزه بهترین بازیگر مرد اسمش اعلام شد روی صحنه از تماشاچیان عذرخواهی کرد. او اولین جایزه اسکار خودش رو برای بازی در نقش درباره پدر ونوس، ویل اسمیت در حالی که اشک می‌ریخت از اعضای آکادمی اسکار و بقیه نامزدهای جایزه اسکار عذرخواهی کرد و با چشمان اشکبار گفت: هنر از زندگی تقلید می‌کنه، من به نظر شبیه پدر دیوانم هستم، اما عشق شما رو به کارهای دیوانوار می‌کشاند. اما کریس را که پس از این اتفاق مات و مبهوت به نظر می رسید، به گفته خبرنگاران که در پشت صحنه مراسم اسکار بودند، می گفتند می لرزید. بعدن به هزار گفت که دیشب بهترین شب در تاریخ تلویزیون بوده است. به هر حال این خبری بود که در
همه رسانه ها پخش شد و در رسانه های ایران هم این اتفاقی که در مراسم اسکار 2022 رخ داد رو گزارش کردند و خبرگزاری های مختلفی این رو تحلیل کردند. گرچه این حرکت حرکت خوبی نبود از یک هنرمندی که در یک مراسم جهانی داره جایزه میگیره، این عمل بسیار کار ضد فرهنگی بود و انسانی که به عنوان بازیگر، به عنوان نماد یک انسان که کارهای خوب و بد رو برای مردم نقش آفرینی میکنه تا مردم از اونها درس بگیرند و یاد بگیرند، مثل معلم، مثل کتابی که به مردم آموزش میده، این حرکت بسیار زننده بود و در شأن یک هنرپیشه، یک هنرمند نیست که بیاد در مراسمی که در جهان داره پخش میشه و بسیاری از هنرمندان نشستن، بیاد حرکت فیزیکی و سیلی زدن رو انجام بده. بسیار حرکت بدی بود. البته خودش عذرخواهی کرد و فهمید که کار خطایی کرده و گفت من مثل پدرم گاهی وقتها دیوانه میشم. یعنی خودش هم اقرار کرد که کار بدی کرده. و هر حال این اتفاقات برای یک هنرمند نباید بیفته، باید خودش رو کنترل کنه. با سپاس از مهر و محبت شما.